شمس برای مولانا همچ کاری کرد. این حادثه شگفت که برای شمس برای مولانا رخ داد که من یه وقتی گفتم که این حادثه در تمام ادبیات جهان بی‌نظیره، هیچ مردی حتی برای هیچ زنی که معشوق و محبوبش بوده و تمام شعرها رو بر چشم ابرو و قد و قامت اون ساختن، این مردی که برای یه مرد 60 ساله و یه مرد 40 ساله نزدیک به 40 ساله این همه شور و این همه عشق که هزاران بیت 60 هزار بیت شعر در متن این آدم بگه، این چه عشقی پیدا شده؟ این چی کار کرده بوده مگه؟ این اون گمشده‌اش بهش نشون داد. اولا خودش بهش نشون داد. یه نفر اگه بتونه شما رو به شما نشون بده بگه که تو اینی، این نیست، این حاج آقایی که اینجا داری این کارو میکنی اون کارو، تو این نیستی، این یکی دیگه است، این دیوه که داره اینجا نقشه میرزه که من به چه ترتیبی اینو گرونترش کنم، ارزونترش کنم، بورس رو ببرم بالا، بورس رو بیارم پایین، این کار رو بکنم. این نیست، تو نیستی، من یه آینه میارم برات، یه آینه هایی هست خیلی گرون قیمت، البته همه استطاعتشو ندارن بخرن، توفیق ندارن که اون آینه رو بخرن، که آدم این نگاهی بکنه ببینه کیه، من کی هستم. آینه آهن برای لون هاست، آینه سیمای جان سنگین بهاست. آینه جان نیست الا روی یار، روی آن یاری که باشد زان دیار. اگر یه یاری پیدا کردی که از اون دیار بود، از دیار عشق بود و رفتی در وجود اون نگاه کردی، ما خودتو پیدا میکنی. یه نفر اگه خود آدم رو به خودش نشون بده که تو یوسفیا، تو این مادر فولادزره نیستی، فولادزره نیستی، ارژنگ دیب نیستی که این کار رو داری میکنی، عربده میکشی و نمیدونم مال عرب و عجم رو بی محابا هزار بلیه در عالم درست میکنی به خاطر چار بشک نفت مشکلات تولید میکنی، تو این نیستی. بیا من بهت نشون بدم، اگه بفهمی چنان ثروتی داری که اصلا تمام نفت‌های عالم رو بهت بدن راضی نمیشی که اون ثروت رو بدی. آدم‌ها به یه ثروت‌هایی میرسن، به یه ثروت‌هایی میرسن، چون آدم ثروتش وقت خیلی زیاد میشه بی‌اعتنا میشه دیگه،